اول قرنتیان فصل دوازدهم. و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمی خواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما می دانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید، به سوی بت‌های بی زبان کشیده می شدید و گمراه می گشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تاثیر روح خدا باشد، نمی تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح می بخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت های ما نیز مختلف است، اما یک خدا است که در همه عمل می کند. در هر فرد روح خدا به نوع خاص برای خیریت تمام مردم تجلا می کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می کند و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان می بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت معجزه کردن و به دیگری قدرت پیشگویی، و به سومی عطی شناختن ارواح عطا می کند، به یکی قدرت سخن گفتن به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را مطابق اراده خود به هر کس عطا می فرماید. بدن انسان واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده، و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همین طور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت این که چشم نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن شمرده نمی شود؟ اگر تمام بدن چشم می بود، چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش می بود، چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسب را به همه اعضای بدن مطابق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو می بود، بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو احتیاج ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است، و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم، و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین آرایش احتیاج ندارند. خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود، تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تعریف واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. مقصدم این است که
خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است: اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه می کنند؟ یا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن می گویند؟ یا همه زبانها را ترجمه می کنند؟ پس با شوق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.